من که قریب به اتفاق این هنرپیشه ها رو میشناختم، حالا خود شما بگید که غیر از آنایتای عزیز که در این فیلم هستن دیگه کدوم هنرپیشه ها؟ خانم نازنی بنیادی، آقای ماز جبرانی، آقای ماشا منش، مکس امینی بله، و جورج والس هستن، خانم ایمی مدیگن که ایشون نامزد جایزه اسکار بودن. درسته. سالیان ساله که فعال هستن در هالیوود. درسته. ایشون یکی از رولای بسیار مهم مسلما بازی میکنن. آقای جورج والس که شما حتما میشناسید، یکی از کمدین های بسیار معروف هستش که الان در لاس وگاس شو خودش رو داره. رول خیلی کمدی در این حال نقشه بگم پلیس رو بازی میکنه که خیلی جالبه. شما بفرمایید بقیه رو. بله، و آقای رایلی اسمیت که دیدیم. بله، رایلی اسمیت. ایشون هم هنرپیشه خیلی معروفی هستن، هم یه بند تو سریال های آمریکایی، سریال آمریکایی الان خیلی هستن. بسیاره. و الان هم اتفاقا در سریال اچ بی او هستن. بسیار عالی، بسیار عالی. نقش آنایتا چیه تو این فیلم؟ خودشون. من نقش مامان شیرین هستم. تو که مامان؟ اتفاقا خیلی جالبه، برای اینکه موقعی که من برای آزمون، برای آدیشن رفتم پیش آقای نیامی و همکارشون، از من که میپرسیدن که این خطا رو مثلا براشون بخونم و جملات و اینا رو، به من نگاه کردن و گفتن که نه بهت میخوره مامان باشی. من این اولین بار بود که مایند نمی کردم که بگن اب نداره، سنت بیشتر به نظر ممکنه بیاد. گرفته بودی نقشو؟ رو بگیرم اب نداره. گفتن که نه، ما اصلا گریمت میکنیم، هیچ مسئله نیست، اصلا باید دیرترم نشونت بدیم. گفتم این قسمت اب نداره، خاطر این کار اب نداره. ولی رول من یه رولی هستش که در اصل یک مامان ایرانی هستم که دوست داره همه کار برای دخترش بکنه که درست باشه، دخترش موفق باشه و درست. دوست داره که دخترش زن دکتر جون بشه. عجب. بله، منتها یا آقای دکتر واسهشون بخوام پیدا کنم. آقای دکتر نامزد دخترشه که ماز هست، ماز جبرانیه. من برای آینده اینه که خب با شیرین جون ازدواج خواهیم کرد، بعد از اون امیدوارم که بین 4 تا بچه داشته باشیم، شاید 6 تا ولی 4 تا، و شیرین جون میتونه کارش رو تو خونه انجام بده و کمک کنه که بچه ها بزرگ شن. یک کلفت اسپانیشی خواهیم گرفت، و وقتی میگم اسپانیش یعنی مکزیکی یا گواتمالایی، و بعد دیگه بچه ها هم دیگه ماشاءالله بزرگ شن، دکتر بشن یا مهندس بشن. البته این روزا مهندس هم درآمد خوبی نداره، دکتر بشن بهتره. من هم کارم ادامه میدم دیگه در بیبلی هیلز. پس دوستان عزیز، اگر سینه‌ای، دماغی، سینه بزرگتر، دماغ کوچکتر، لب بزرگتر، هر چی لازم دارید در تماس بگیرید با من. میتونید تلفن کنید 1-800 شیرین این لاو. من ماز جبرانی، قسمتی که الان صحبت میکرد سراسرش کامیدی بود، خوشگل بود، همون نقشی که در فیلم هم همون حالت رو داره، رفته بود قشنگ توی رولش که در فیلم هستش. و من در این فیلم نقش یک مامانی رو بازی میکنم که یه خورده هیله‌گره. ای بابا. بله. ای دادو. و برای اینکه دخترش حتما با این دکتر جون ازدواج بکنه، حاضره که هر ترفندی رو بزنه. عجب، عجب. I'm gonna kill him. No, you're not. Which part? Picking up sleazy bimbos or driving through storefront windows? Answer it. I'm too hysterical. Hello? بعد سالها نیویورک زندگی میکردم و بعد که اومدم لس آنجلس با جامعه ایرانی اینجا آشنا شدم. درسته. چون خانمم استرالیاییه و کمتر با جامعه ایرانی هستم. عجب. بعد که اومدم واقعا چی میگن یاد وطن افتادم خیلی. و از اون طرفم از این تصویری که از ایرانی ها تو تلویزیون، تو سینمای امریکا نشون دادن، همیشه خیلی تصویر منفی بود. درسته. این هم دوستان هنرپیشه، این همه هنرپیشه های خوب داریم، ولی همیشه رولای منفی و تروریست و آدم پشت اینا رو بازی میکنیم.
خودتون میدونید به خاطر مسائل سیاسی همیشه این رولا رو به هنفشا میدونید. و گفتم که خب ما یه فیلم بسازیم. من الان 30 ساله تو سینمای امریکا انگلیس کار میکنم. و فکر کردم که فیلمی ما استاندارد سینمای امریکا بسازیم، فیلم که به سینما های اینجا من هم تراز باشه از لحاظ تکنیکی، و زمین این دوستان ایرانی رو بیان باشون کار کنیم و یه خانواده ایرانی رو من نشون بدم با مسئله خانوادگی که دارن، مثل همه خانواده، دخترشون با پدر مادر، نمیدونم نامزد، از این مسائل. منتها نه اون منفی که میگن و نه خیلی خیلی پولدار که نشون میدن، بلکه واقعا یه خانواده تحصیل کرده مرفه موفق که اکثر ایرانی ها اینجا هستن. shirininlove.com بله. شما کلیه اطلاعات راجع به این فیلم رو میتونید روی این سایت داشته باشی. بله. و اگر که دوستان عزیز روی اینستاگرام هستن، عکسای خیلی جالب پشت صحنه هست، به اضافه اطلاعات روی فیسبوک اگر هستین رو پیجش میتونین برین. و واقعا همین جون من باید بگم که این یک فیلمیه که رامی جون وقتی که این فیلم رو نوشتن و تهیه کردن خواستن که تصویر مثبت ایرانیان همونطور که خودشون گفتن تصویر کشته بشه. پیام خیلی شیرین و مثبتی داره، پیام عشق رو داره، که عشق مرز نمیشناسه، فرق نمیکنه که شما از چه فرهنگی، از چه مذهبی، از چه ملیتی باشین، عشق پیامش عشق. و این عشق رو به حالت خیلی خیلی شیرین و در این حال کمدی با حضور کسانی مثل ماز و مکس نشون داده که من فکر میکنم یکی از قشنگترین فیلم های ایرانی آمریکایی که تا حالا ساخته شده. You have to understand that we didn't plan this. You know, it started off as a joke and then we kind of went with it. And you call something like this a joke? No, we never meant to deceive anyone, I promise you. But you did deceive. So you never trusted Shireen. You're not going to publish this, are you? I want to be fair. Will you tell me your side of the story?